مولوی صاحب متوکل برای ما درباره چند شرط که ما یاد بگیریم که چه قسم محفل عروسی خدا ولیمه خدا اسلامی بکنیم. فقط شما امید برای ما شرایط شب بگوین. ما میخواییم بخیر مادر اولادا خبر نشه، مثلا میخواییم عروسی دومی بکنم، شما برای ما بگوین که محفل چه قسم. من هم میکنم یک برادر یا یک دوست دیگه ما، مثلا جوان ها میخواییم بگوییم مولای سم سوال دارن، من میخواییم عروسی اسلامی باشم. شما برای ما امی مختصرا شش هفت نقطه را بگوین ما یاد داشت کنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حسان گرامی برادران مؤمن، داعی صاحب در مورد شرایط یا مبنا و اساس کدام نکات باید ازدواج صورت بگیرد؟ خشت اول خانواده و من بعد یکی از جمله جامعه های بزرگ در محیط زمین سرزمین الله تبارک و تعالی. اول شرط برای نکاح است که انسان قدرت داشته باشد، توانایی مخارج یا مصارف ازدواج داشته باشد. پیامبر علیه الصلاه و السلام در این مورد می‌فرماید که یا معشر الشباب، ای جماعت جوانان، من استطاع منکم الباعه. اونجا پیامبر علیه الصلاه و السلام کلمه استطاع را گفته. استطاعت این را میگه که انسان از آن چیزی که مورد ضرورت در کدام معامله صورت میگیره از او از عهدش برآمده بتاند. از او خاطر در این صورت پیغمبر علیه السلام اجازه ازدواج میده. ما مشاهده میکنیم که فعلا اکثر برادران و جوانای ما، حتی خواهرای ما در سن 40 رسیدن، لیکن نتوانستن که از این نعمت بزرگی الله تبارک و تعالی استفاده بکنه. خب شرط اولش هم مولوی صاحب گفتن که کسی که توانایی داره، توانایی مالی و بدنی داره، بنان در این صورت ازدواج واجب است، واجب میشه. و بعضی علما فرض میگن، فرض یا واجب، بعضی علما فرق بین فرض و واجب نمیکنن. بنان این شرط اول است که کسی که توانایی داره باید در ازدواج کردن، و خصوصا و خصوصا کسی که سر خود بترسه که اگر ازدواج نمیکنم مبتلا به زنا میشم، پس سر ازی فرض است که باید تصمیم بگیره و ازدواج بکنه. این شرط اول شد ان شاء الله. مولوی دومش بعد از استطاعت تعیین یا انتخاب خاندان درست و زوجه که خیلی مناسب حال عزی باشه، یعنی متدین باشه. خیلی چون که پیغمبر علیه السلام در این مورد هم برای ما ارشادات داره، الحمدلله دین ما غنی ترین دین است، هیچ گوشه زندگی ما نیست که پیغمبر علیه السلام برای ما هدایت نداشته باشه. در اون مورد هم برای ما فرموده، هم در شان پسر و هم در شان دختر. دشان دختر اگر کسی فاسکاری برای کسی میاید که دختر جوانی داره و اخلاق و دین او جوان خوشش میاد، باز دیگه او فاسکاری رد نکنه. با تاسف که امروز این نکته مراحت نمیشه، بلکه مسائل مادیات و رتبه های خودساختگی خیلی زیاد مورد نظر قرار میگیره، در عاقبت و انجام جنجال ها خیلی زیاد میباشد که آن چیزی که خواسته های او شوهر میباشد دختر برآورده نمیتونه، سبب مشکلات آینده شان میشه. این از جانب کسی که صاحب دختر است. اما از جانب صاحب بچه، همین قسم دختر هم باید بچه که دیندار باشه، متدین باشه، اخلاقی ولی داشته باشه، لااقل شرایط اسلامی را مراعات میکنه که سبا روز دختر همیشه مظلوم میباشه، او از خود دفاع نمیتونه، در یک خانه کسی دیگری نیست. از همین خاطر است که در خطبه نکاح با تأسف که تشریح شما به جوانان ما شما شروع میکنیم به یا ایها الناس اتقوا، از الله بترسید.
دختری بیچاره و مظلوم در خانه است هیچ کس خبر نمیشه. شوهر چقدر مظالم سرش انجام میدن او هیچ چیزی از خود دفاع کرده نمیتونه. قرآن اینجا برای ما اشاره به این میکنه که از الله بترسید. از امو خاطر در آخری آیت این الله کان علیکم رقیبا میگن. یقینا الله سر شما مراقب است، میبینه آیا حقوق پورا میکنی یا نمیکنی، ظلم میکنی نمیکنی، زشت رو یا میکنی نمیکنی. همین قسم حقوقی که تو داری قرآن برد میگه ولهن مثل الذی علیهن، برای زنا همو حقوقی است و مطابق همو مسئولیت هایی که سری زنا است. خب من تو فهمیدم مولوی سید محترم میخواست بگویه که دختر متدین باید جوان با ایمان اختیار بکنن و بر مادر و پدر دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله ارشاد میکنه که اگر یک جوان به شما مراجعه میکنه خواستگاری که از دین از او شما رضایت دارین، پس دخترتان باید بر از او بتین. دینداری هر دو جهت مهم است، از پسر و از دختر. این شرط دوم شد. از جانب پسرم پیغمبر علیه السلام میفرماید که زن از چهار وجه به نکاح گرفته میشد. خب در آخر توصیه میکنه که فسفر به ذات دین تربت الله، تو باید کامیابی را حاصل کنی به این طور زنی که او دیندار باشد. چه حکمت است؟ زنی دیندار چی میکنه؟ در وقت مشکل قطب مشکلات متحمل میشن، در وقت غیابت همه عزت مندی تو را نگاه میکنن، اون مراقبت تربیه اولاد تدارن، اون لحاظ خدمت پدر و مادر و آن کسی که با تو تعلق داره دارن. افسوسیست که برنامه اسلام در این مورد بسیار وسیع برنامه است، مسئله تربیت اولاد و همین قسم حقوق زوجه و این باید در هر محافل رئیسی خصوصا به داماد و عروس حتما گفته شاید که اسلام من یک قصه را براتان بکنم به خاطر از اینکه صحبت ها دوامدار نشه. در محکمه یک کس میخواست، یک جوان که 3 ماه چیر شده بود، میخواست خانم خود طلاق بکنن. پرسانش کردن که چرا میخوایی داری 3 ماه خانمت طلاق بکنی؟ این بیچاره اشتباه کرده بود، در باغ بالا همسر بر خود اختیار کرده بود. کدام روز باغ بالا رفته بود اونجا این دختر کت فامیل خود آمده، این هم در باغ بالا عاشق شده در کثافت دانی. وقتی که صاحب اینجا عاشق شده، بالاخره با همراه ازی نمبر موبایل تغییر و تبدیل کردن، بالاخره با هم ازدواج کردن. وقتی که ازدواج کردن، آلی این دختر آمد گفت من میخوایم از این شوهر طلاق بگیرم. چرا طلاق بگیری؟ گفت به خاطر ازی که شوهر من هر روز میگه برام میگه که خو تو که کت دباغ بالا کت ما چکر زدی، پیش از ما کت چند نفر چکر زده بودی؟ تو که دایس کریم فروشی رفتی، من بسیار خجالت میکشیدم، سرم پایین گرفتم، تو دیگه سر به آیس کریم گرفتی خوردم میرفتی، ای شرم نمیکنی؟ معلوم میشه که تو قبلا تجربه داشتی. از این خاطر ما هر روز مرا تهدید و تحقیر میکنه، ما مجبور هستم که این شوهر مرا طلاق بده. و شوهرش هم گفت که این خانمه که من شک دارم، نمیتونم که از این زندگی خود دوام بدم. گفت ماه اول ما ماه عسل بود، ماه دوم ماه مرچ و مساله شد و ماه سوم هم ترشی و تندی شد. حالا دیگه گفت ما به محکمه رسیدم. از این خاطر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر جوانا وصیت میکنه که فذفر بذات الدین، کسی که متدین باشه به امرای او ازدواج بگو تا که ازدواج تو دوام پیدا بکنه. بله مولوی صاحب، شرط دیگه؟ بله شرط سیوم خاص است. الله تبارک و تعالی مقام زن بالا میبره. اینطور سودای بازار نیست که محض در یک مرتبه پیش دکاندار استاد شوی چند است و به چند ما میگیرم. به خاطر اینکه تبادل نظر در بین دو خانواده صورت بگیره، حالات خوب منکشف شود که خاندان و او خاندان به کدام مستوا قرار دارد، آیا زندگی قطعی از او میشه نمیشه، پدر و مادر دختر از این آگاهی پیدا بکنند. این شرط سیوم است که خواستگاری یا خطبه برش میگه، در لغت عربی این صورت بگیره. این شرط سیوم. چهارم شرط، بدون اذن پدر و مادر و بدون اذن دختر نکاح صورت نگیره. یک چیز دیگه است مولوی صاحب محترم، در این خواستگاری حال مردم افغانستان دو قسم شده. یک قسم مردم هستن که هیچ داماد نمیمونه که می دختر ببینیشم، برش میگن رواج ماست، قوم ماست، ما غیرت داریم. آیا همین غیرت از اینا مطابق سنت است؟ یکی گوش بگه مولوی صاحب محترم، یکی ایست که آیا همین غیرت از یا که حداقل به او جوان نشان نمیده دختر همسر آینده خوده که ببینه؟ در این قسمت پیغمبر سن چی گفته؟ و دیگه ایست که بعضی مردم های دیگه بیخی امو لنگی غیرت اوسو انداخته و دختر امرای داماد یک جای میکنه میگه ببرش در شهر هر جای که چکرش میتی. بین این افراط و تفرید
نظر دین چیست؟ بله بسیار نکته جالب و خصوصا که فعلا مشاهده میشه در جامعه ما وجود داره. واقعا نظام مقدس اسلام با وصف از این که مسئله حجاب یا پرده‌داری را یک امر مهم و لازم جامعه دانسته و یکی از جمله فرایض زندگی شمار میشه، اما در مورد خطبه یا خواستگاری این اجازه را میده. چرا اصل مقصد از ستر حجاب هم نعوذ بالله مفضی شدن یا منجر شدن به فحشا و بی‌حیایی است، و در وقتی که انسان اراده ازدواج داشته باشه در این وقت این مسئله مطرح نمی باشه که نعوذ بالله آینده ازی راه های خراب قدش بگیره، این کار نمی کنه. از اون خاطر است که اسلام در محدوده ستر اجازه میده که جوان دختر ببینه و دختر هم جوان ببینه، به خاطر که آینده مشکل ایجاد نشود. چرا این معامله زندگی دائمی است، باید هیچ نوع تناقص یا هیچ نوع عیب و چیز نقصان در بین موجود نباشد. اما بالمقابل یک تعداد مردم به این بهانه که بله باید از اخلاق یکی دیگه خبر شود، این گپ غلط است. در یک روز اخلاق کسی هم معلوم نمیتونه که این جوان یا این دختر چقدر اخلاق دارد. یک ساعت و یک روز آدم خود آبریشم هم جور میتونه، بلکل میتونه. اخلاق و مروری زمان در زندگی معلوم میشه. پس اون مردمایی که به این بهانه موقع میده به جوان و دختر که حتی چکر هم بزنه، در اوتلا شبار هم تیر بکنه، دستار هم بده، تصویرا هم گرفته شود، این در شریعت اسلامی قطعا در جمله مقدمات زنا و عین زنا شمرده میشه. مولای صاحب محترم، این مورد اجازه نیست. خب از این تو فهمیده که مولای صاحب میخوای بر ما دو نقطه را بگه. از دیدگاه دین مقدس اسلام یک صحابی مبارک ازدواج کرده بود، پیغمبرش هم دو میگه آثار ردید برش، گفت چی کرده؟ گفت من ازدواج کردم یا نامزاد شده بود یا هر چیز. گفت آیا او نامزاد تا دیدی؟ دیدی؟ گفت نه ندیدیم. پیغمبرش هم برش گفت که تو باید نامزاد تا ببینی. فإن في عيون الأنصار شيء، در چشم زنهای انصاری چه، شاید چشمایشان مثل ژاپنی ها واره بوده باشن، شاید چشمایشان مثلا رنگش اروپایی ها واره بوده باشن. بعضی کساس خوش نداره بعضی چهره ها را، مسئله رنگ یا پاکست مسئله نسبی است. یک کس رنگ سیاه خوشش میاد، یکی سر گندمی خوشش میاد، یکی سفید خوشش میاد، یکی در چشم کلان، یکی خود. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت تو باید همسر آینده ته ببینی. بنان علمای کرام میگن که وقتی شما ازدواج میکنه یک جوان، برای جوان اجازه بدین که این دختر ایره البته ببینن، به شرطی که در اینجا خلوت نباشه، در اینجا کدام به شکل گناه نباشه، به شکل مشروعی که